همونجوری که از تامنیل ویدیو دیدیم تولدمه. من دیروز رفتم دنبال خرید پارچه و دادنش به خیاط و انتخاب لباس و ایناها که خیلی پرسه استرسی بود برای من که تا حالا پارچه فروشی نرفته بودن. امروزم میخوام لیست مهمونا رو اوکی کنم، احتمال زنگ بزنم به باغ، باغو هماهنگ کنم با هانیه، بریم دنبال خرید مریدا. دیگه با هم هستیم دیگه، ویدیو قراره بگیرم. خیلی بچه ها اصلا نمیدونین، واقعا اصلا تغییر نیست، ولی حس میکنم دقیقا از روز تولد 16 سالگیم تغییر کردم و بزرگ شدم و انگار یه الهام خیلی اینجوری از چیز به اومد که وقتش بزرگ شی، وقتش تغییر کنی، وقتش واسه کاری که همیشه مینداختی پشت گوشو الان انجام بدی. و خیلی این روزا حالم خوبه. حالا اینا به کنار، خواستم برم خرید بخورم میبرمتون. من اومدم با هانیه ظرف پلاستیکی ها و ایناها رو بگیریم، جام و لیوان و این چرت و پرت ها رو گرفتم. امروز سه‌شنبه است، روز قبل مهمونیه. خیلی روز شلوغی امروز. حالا الان با هانیه اومدیم بیرون، الان بریم خوراکی ها و مزه و اینا ها رو بگیریم. اومدیم خریدار سوپرمارکتی رو بکنیم. آره خیلی این که میزبان باشی و بیه خرید کنی خیلی خوش مزدره واقعا. خریدم با موفقیت انجام شد و داریم انتقال میدیم توی ماشین. نگین جون منم دارم فیلم میگیرم ماشینم. اصلا کسی نیست که اینجا ادیت کنی. ما خیلی گشنمون شد، اومدیم یه نهار بخوریم، بریم لباس ها رو تحویل بگیریم ببینیم چه جور شده. استرس. خسته، تازه الان باید بریم اولویه درست کنم. وای. حالا باید براتون تعریف کنم. یه جورایی هیچ چیز اونجوری که باید پیش نرفت. اصلا خیلی فریکی بود واقعا. حالا همیشه واسهتون تعریف میکنم فردا که خواستم حاضرشم، ولی خیلی همه چی جوری که نباید پیش رفت. واقعا امروز اصلا هم گایده شد. آسانسور رو بزن. من نگینه در حال ادیتم. فکر کن ما با کلی استرس رفتیم یه باغ رو اوکی کردیم، بعد اون روز رفتیم خریدار رو انجام دادیم و خیلی همه چی اوکی بود و اینا. شبش که با هانیه رفتیم یه کافه نشستیم، یارو یهو زنگ زد گفت یه نفر اینجا اووردوز کرده، الان باغ باره مأموره و شما فردا نمیتونین برین اینجا. من اینجوری بودم که فکر کنم شب قبل مهمونی زنگ بزنه اینو بگه یکی بده کسی که ازش باغ گرفت. تو 5 دقیقه یه باغ خالی من پیدا کردم، زنگ زدم گفت که خالیه و اینا، همونجا براش پول زدم. من اینجوری بودم که تو قرآن پر نشه فلان اینا. خیلی استرس داشتم، اصلا دقت نکردم رو انتخاب باغ. مهم نیست، یکم انرژی مثبت از شما گرفتم تو تلگرام باتون حرف زدم. خودم کوچو بخوام حرف زدم، دیدم واقعا اونقدر بزرگ نبود که من بزرگش کردم. الان داریم اولویه و خورکی رو داتون اینا نصف بشه. نصف بشه هم نه، یک سوم بشه.
هنوز درگیریم و ساعت 1 شبه. تازه هنوز اینو با اون حالا تو زندگی اینقدر پوزت نبودم بچه هم. ای خدا ای. آره ببین ولی خیلی کار کردیم سوسم آماده شده و میدونم خیلی خوبی که اینو باید با دماغم خاموش کنم سو کنیم. خوابم میاد ساعت این ساعت خرابه حواسم نبود. ساعت چنده؟ هم فانی ها ها صبح خیر ساعت 9 بعد پاشم واقعیه. سلام امروز صبح تولده ساعت 4:05 دوباره این صدا وای خفه بود هم امین همان که ویدیو گرفتم شو شد ساعت بچه ها اصلا واقعا میتونه نمیشه چقدر این را بسه بسن بازه قایلات هم کنیم که شما نمیشه خداست البته بالتنش رو یکم جور که دوست نشتم در آورده بود ولی بقیهش رو ببینیم تور پایینش رو ببینیم و دستگیجش خیلی خوبه. الان ساعت 2:50 از ترسیم شهریار داره میاد اینجا که ویدیو اینستا رو بگیریم با دوربین حرفه‌ایش بعد تا 4 حاضر میشیم دیگه لحظه اینها رو باید جمع کنم تا 4 اینا را میافتیم که دیگه 4:05 برسیم اینجا. بچه هم از 6 میام کلی عکسای خوب باید بگیرم با این استایل وای خیلی خوب نیست واسه کاور ویدیو. بعد اینا رو ببینین خیلی خوب شدن. من برم یکم لوازم رو جمع کنم این لباسم رو در بیارم منتظر بمونم تا شهریار بیاد ویدیو رو بگیریم دیگه حاضر بشیم. شهریارم باید یکم اینجا واسهتون میگیرم فعلا. خیلی خوب شده. من باید کم کم دیگه لباسم رو جمع بکنم که شهریار خواست بیاد دیگه فقط حاضر شم. چمدون رو بگینگی جمع کردم شهریارم با پای دوربینش اومد. نه اینا بکتر خود بچه های یوتیوب ندیدن یه سلام نمیخوای بهشون بکنی؟ سلام داداش. این روش رو نگاه نکنیم بچه ها خیلی خارکسته ترزیم. یی ما سخت مشغول کاریم با حضور اختصاصی عمو شهریار و نیم ساعت دیگه من باید حاضر باشم و هنوز هول هولکی آماده شدم. البته الان خیلی داغونه فیسم درست نشونتون میدم با چمدون و دوباره شهریار. خیلی حاج اعصابم تخمه خیلی خیلی وای باید براتون همیشه تعریف کنم. بعد به بچه هست تقریبا کل زندگیمونو برداشتیم. خب برم هاشمیان رو میاد بالا. خب اول این هفته تیر اینو در نظر نگیریم که باقی کوچیکی بود باقی بدی بود فلان اینا. روزی که داشتیم آماده میشدیم که بریم برای تولد دیر شده بود یکم چون شهریار اومده بود جای من ویدیو بگیریم و من اصلا استرس نداشتم دیگه. من که انقدر رو تایم و اینا حساسم گفتم خب آقا امروز دیگه روز تولدته نمیخواد اصلا استرس داشته باشی یه کوچولو هم دیر بری چیز نمیشه میمونه 6 میان تو تا 6 وقت داری راه بیفتی. ساعت 4 پاشو
و گفتم آره دیگه آقا دیر که نمیشه، ویدئوام هم که گرفتم پاشم جمع و جور کنم و کم کم آرایش کنم و بریم. بعد ما فکر کن ساعت 5 را افتادیم، ویلای تو جاده بود و تو حالت عادی قشنگ 1 ساعت راه بود تا ویلا. ما 5 را افتادیم، طرف ساعت 5 زنگ زد گفتن تا 5:30 اینجا بیشتر نیستم، 5:30 من برم، 8 دیگه نمیام، یعنی تا 8 من دیگه برنمیام. من و هانیه رو میگه از استرس داشتیم میمونیم، فکر کنم با کلی استرس و آدرس بد باغ و اینا ما رفتیم پیدا کردیم اونجا رو، رسیدیم یارو گفت کارت ماشین گواهینامه، و من گواهینامه مامانم همراهم بود، اونم رام بهش گفت کارت ماشین، من هانیه هیچ وقت همراهش نیست، بعد گفت ندارم و اینا، گفت قرارداد نمیبندم، همین الان جمع کن لوازمتونو بر. منو میگی انقدر عصبانی شده بودم. بعد یه 300 تومن دیگه ما باید به این میدادیم که ما گفتیم فردا واسه میزنیم و اینا، راضی نمیشد، میگفت که نه از کجا منو شما فرار نکنین، از کجا من مثلا فردا شما اینجا باشین، اینجوری بود بهوناش. بعد دیگه واقعا داشتم کفری میشدم، من از وسط بیابون پا شدیم رفتیم جای آبر، من فکر کنم با آرایش و لباس و اینا تو بیابون دنبال آبر رفتیم، پول رو برش زدیم و زنگ زدیم به مهمونا که کی کارت شناسایی داره بیاره این یارو اینجوری و فلان اینا، اوکی شد. ساعت چند بود؟ ما 5:30 رسیدیم اونجا، 8 به ما تحویل داد باقو، دیگه همه مهمون رسیده بودن و اینا، یه از اونجا به بعدش خوش گذشت که الان بقیهش رو میبینیم. اینو با یه دم هم بزرگ با تنه نه با رنگ شوش بده